سلام و همه دوستان خوبم هم در مرکز آموزشی آترین محمد علیزاده هستم در مرکز کمک رسانی تماس های بسیاری رو داشتیم از طرف بچه ها که توی نرمزار فروش نمیتونستن زبان فارسی رو به راحتی تایپ بکنن و درست استفاده بکنن شاید برای شما هم پیش اومده باشه که بخواین داخل نرمزار فرشاب به زبان فارسی تایپ بکنین و زمانی که شروع به تایپ میکنین نوشته از هم به صورت جدا جدا و تفکیک شده و چپ راست تایپ میشن خب در گذشته ما زمانی که میخواستیم نرمسور فوشاپ رو نصب بکنیم باید از ورژن ME استفاده میکردیم یعنی حالا فوشاپ CS5 ME یا همون میدل ایسترن رو نصب میکردیم که زبان فارسی رو ساپورت بکنه ولی الان به راحتی داخل نرمسور فوشاپ میشه یه سری تنظیمات انجام داد و فارسی رو راه کرد کافیه که ابتدا نرمسار فوتوشاپ رو که باز کردیم از کلید کامند کی یا کنترل کی در ویندوز رو بزنیم و از منوی پرفرنسز زیر مجموعه تایپ حالتی رو داریم که در این قسمت میتونیم انتخاب بکنیم که چه تکست انجینی رو داشته باشیم همونطور که مشخصه به صورت دیفالت روی ایست هست ما به میدل ایسترن تغییرش میدیم و در نهایت اوکی OK میزنیم برای اینکه یک سری تنظیمات در نرم افزار اعمال بشه باید حتما فتوشاپ رو بست و باز کرد مجددا یعنی روی ستارت کرد من فتوشاپ رو میبندم و مجددا فتوشاپ رو باز میکنم یه لحظه اجازه بدین کامل بسته بشه مجددا نرم افزار رو باز میکنم و این تغییراتی که ما اعمال کردیم قطعا بر روی نرم افزار اجرا میشه حالا کافیه که یک فایل جدید بسازیم و من الان برای فوشاب تعریف کردم که انجین متنیش میدلیسترن باشه تست میکنیم کلیک میکنم همونطور که مشخصه نوشته ها کاملا بر روی به هم وصل میشه و ما کاملا یک نوشته فارسی راحت رو داریم اما نکته ای که اینجا های زمیته اینه که در قسمت کارکتر و در قسمت پرگراف ما گزینه های چپ راست یا راست به چپ رو نداریم بچه‌ای که کار طراحی گرافیک میکنن یا کار وب میکنن میدونن که چقدر این دوتا گزینه در ساخت پاراگراف در نرم افزار فتوشاپ میتونه به ما کمک بکنه و کاربردیه من از منوی تایپ قسمتی دارم تحت عنوان لنگویج آپشنز که میتونم تعریف بکنم فیچرهای میدلیسترن رو بهش اضافه بکنه به واسه که کلیک میکنم میبینید در این قسمت گزینه RTL یا LTR یا RTL اضافه میشه و من میتونم نوشتم رو راست به چپ یا چپ راست بکنم تنظیماتش رو یعنی شروعش از کدوم سمت باشه و میتونم فاصله یا هایفینیشن رو تعریف بکنم خطگذاری بین حروف رو تعیین میکنم در پاراگراف و در قسمت کرکتر هم این قسمت اعداد رو برای من وارد میکنه یعنی من اگر در این قسمت داخل نوشته خودم فونتی رو به صورت عددی یعنی تایپ کرده باشم این عدد رو اگر که به زبان انگلیسی تایپ بکنم یعنی زبان دستگاه من انگلیسی باشه همونطور که میبینیم عدد 6 برعکسه و از این قسمت میتونیم تعریف بکنیم که حالت هندی داشته باشه یا حالت فارسی داشته باشه قطعا الان اگر که عربی رو انتخاب کنم که همونطور که مشخصه عدد انگلیسی جلوش نوشته این رو انتخاب بکنم عدد من انگلیسی نمیشه چون فونت من اصلا انگلیسی رو ساپورت نمیکنه اگر که فونت رو اینجا عوض بکنیم مثلا به فونت تاهما که به صورت استاندارد داخل تمامی سیستم عامل ها وجود داره میتونم اینجا عدد رو تغییر بدم همونطور که مشخصه به صورت هندی یا همون تقریبا حالت عربی که داره شیش رو به این حالت می نویسه. اگر فارسی بذاریم به این صورت نوشته میشه همونطور که میدونیم یک سری کاراکترها مثل چهار 5 و اینها بین فارسی و حالت هندیش تفاوتی رو دارن همونطور که تغییر میدیم میبینید کاملا مشخصه و ما میتونیم کاراکترامون رو از اینجا تغییر بدیم خب این تنظیماتی که اینجا وجود داره همونطور تنظیماتی که برای اعراب گذاری وجود داره همه اینها از منوی تایپ لنگویج آپشنز قسمت میدل ایسترن فیچر فعال میشه و شما میتونید داخل نرم افزار به راحتی بدونین که نیاز با این باشه که نسخه ام ای رو نصب بکنین یا اصلا نسخه ام ای داشته باشین یا حتی از فارسی نویس هایی که نرم های جانبی هست استفاده بکنین به راحتی داخل نرم فارسی تایپ بکنین و در پروژهاتون ازش استفاده بکنین ممنونم که با من همراه بودین